خیلی ممنون دوستان، همگی خیلی خوش آمدید. همونطوری که میدونین، شاید در سایت دیده باشین، در سایت گفتمان که در یک وبلاگ هست و همینطور در تلگرام اعلام شده، قسمت دوم بحث پویان عزیز امروز در رابطه با مسئله تکوین نظام سرمایه داری در ایران هست که پویان عزیز صحبت میکنن. من در اینجا ازشون میخوام که میکروفون رو بگیرن. در ضمن در سایت توضیحی که پویان در اختیار من قرار داده بودن در سایت نوشتم، اگر مایل بودین من تکستش میکنم در روم، ولی این مطالبی هست که پویان عزیز صحبت کردن و صحبتشون رو ادامه خواهند داد. خیلی متشکرم پویان که شما وقت برای این مسئله میذارین. با تشکر از شما سلام دوباره و خوش آمد به رفقایی که جدیدن وارد شدن. صدای منم امیدوارم باشه. مرسی. ما تقریبا دو هفته پیش یا سه هفته فکر کنم دو هفته پیش بود این بحث رو باز کردیم، ولی فکر کنم که به همه جوانبش پرداخته نشد. یعنی از آنجایی که اهمیت این بحث به خصوص در شرایط حاضر، یعنی وقتی میگم شرایط حاضر، بحرانی که امروزه جهان رو در بر گرفته و این بحران به نوعی نقش آگاهگرانه داره در رابطه با روابط اجتماعی، سیاست، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، نقش حاکمیت‌های سیاسی و همه چیز رو به نوعی اون به قول معروف پرده ابهامی رو که تحت به نوعی به شکل ایدئولوژی یا به شکلی در واقع پرده پوشی در رابطه با یک سری مسائلی که در جهان وجود داشته، امروز بخشن کنار زده شده. یعنی کاری که به هر حال وظیفه انسان‌های کنشگر بوده به این دامن زده شده و خود بحران جامعه سرمایه‌داری و تسریع اون توسط این جریان کرونا و اینا طبیعتاً خیلی مسائل رو بازد کرده، مسائل رو روشن‌تر کرده و از این زاویه آلترناتیف هایی که باید در جوامع مختلف مطرح بشن امروزه دیگه یک گفتمان نیست، بلکه به عنوان یک پدیده ایست که میخواد بالفعل عمل بکنه داره مطرح میشه. یعنی حداقل مسائلی رو که در جوامع مختلف در رابطه با مسئله آگاهی انسان‌ها، چگونگی برخورد به حاکمیت و فقدان آلترناتیوی از جانب سرمایه‌داری، این خیلی مهمه. یعنی همواره در بحران‌های گذشته سرمایه‌داری به نوعی هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر برنامه سیاسی با یک برنامه مشخصی می اومد. یعنی شما بحران 1929-30 رو که در نظر میگیری، در واقع با مسئله ویلفیر سیستم یا دولت رفاه و تحولاتی که طبیعتاً حاصل این جریان بود و به نوعی به کمک مسئله جنگ جهانی دوم انجام شد، در واقع به اون بحران پاسخ داد و یک دوران تقریبا دراز مدتی رو در رابطه با شکوفایی سرمایه ایجاد کرد. ولی امروزه به علتهای مختلف این شرایط وجود نداره برای سرمایه‌داری. یعنی سرمایه‌داری که امروزه در سیاست خودش به شکل نیولیبرالیسم عمل میکنه، به طور کلی نه قادر هست و نه قصدشو داره که از این برنامه به نوعی
این رو کنار بذاره یا کاهشش بده. و خب علتش هم در درون ساختار این جامعه سرمایه‌داری هست که در ابعاد مختلف خودش، در حیطه تولید کالایی، در حیطه سرمایه مالی و در حیطه تولید صنعتی جهانی شده و خود این امر اجازه نمیده که به نوعی برنامه اقتصادی یا یک پلان مشخص سیاسی جدیدی شکل بگیره. یعنی حول و حوش مسئله گلوبالیزیشن هست که برنامه سیاسی باید عمل بکنه و این شرایط طبیعتاً آلترناتیوی به علتهای مختلف، یعنی از نقطه نظر جامعه سرمایه‌داری که به ظرفیت‌های خودش در رابطه با تولید و بازتولید اجتماعی و کنترل تولید به طور کلی به جایی رسیده که به نوعی زایا آفرین هست، یعنی توانایی تولید بالا رفته، توان جذب نیروی کار رو نداره و این خودش یک بحران اجتماعی سیاسی که شکل داده. ولی تغییر و تحولات در جوامع سرمایه‌داری به قول معروف جدا از اون هستی اجتماعی جوامع مختلف نیست، یعنی جوامع مختلف بر حسب اینکه چگونه به شکل سرمایه‌دارانه عمل میکنن و چه حاکمیت سیاسی بر اونها مستولی هست، این تعیین کننده اون ظرفیت تغییری هست که در این جوامع میتونه صورت بگیره. یعنی به عنوان یک پدیده که حاصل در واقع عملکرد انسانی هست، یعنی وقتی ما از یک پدیده اجتماعی صحبت میکنیم، این پدیده اجتماعی یک ابژه، یک هستی مستقل نیست، این در رابطه با ذهنیت انسان ها، کنشگری انسان ها و دخالت انسان ها صورت گرفته. در نتیجه یک پدیده است که هم ابژه داره هم سوژه داره، یعنی سوژهش رو انسان ها ساختن و ابژهش اون هستی مادی که در واقع شکل گرفته. و در رابطه با اینکه خب در هر جامعه ای به نوعی چگونگی بررسی این شکل جامعه هم از نقطه نظر تولید اجتماعی، هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر روابط اجتماعی که اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، که در واقع بدون شناخت این کلیت قادر نیستیم که آلترناتیو مشخصی رو بیرون بدیم. و وقتی که صحبت از شناخت میکنیم، صحبت از کنشگری میکنیم، صحبت از عاملیت انسانی میکنیم، خب طبیعتاً اینا به کمک هم امر شناخت رو میتونه شکل بده و این امر شناخته که در واقع، یعنی این پروسه هست که امر شناخت رو به پیش میبره و به همراه خودش راه حل رو هم در واقع شکل میده. یعنی به این صورت نیست که شناخت در یک مرحله انجام میشه و تغییر و تحول در یک مرحله دیگه انجام میشه. امر شناخت و امر تغییر و تحول همواره به کمک هم انجام میشه. یعنی امر شناخت در واقع بخشی از تغییر اون موضوع اجتماعی یا موضوع سیاسی یا مناسبات اقتصادی هم هست که چونه به این برخورد بشه. و خب طبیعتاً از یک نقطه نظر دیگه اینکه اگر این شناخت درست نباشه، خب دقیقاً صف‌بندی طبقات مشخص نیست و چون اگه صف‌بندی طبقات مشخص نباشه، اصولاً امر مبارزه طبقاتی مخدوش میشه.
میشه. یعنی اینکه طبقات اجتماعی، صفبندی طبقات اجتماعی، رابطهشون با تولید اجتماعی، رابطهشون با حاکمیت سیاسی چگونه هست، خود این امر تعیین کننده اون صفبندی طبقاتیه که در واقع نتیجه اون در رابطه با تغییر جامعه در واقع مضمون و محتوای مبارزه طبقاتی رو شکل میده. پس وقتی که از شناخت صحبت میکنیم، از شناخت جامعه سرمایه‌داری صحبت میکنیم، یعنی جامعه سرمایه‌داری که در واقع سوژه شناخت ماست و این مسئله اهمیت بسیار داره که وقتی که از این شناخت میخوایم صحبت کنیم، طبیعتاً این جوامع سرمایه‌داری به قول معروف همه به یک صورت شکل نگرفتن، در پروسه های مختلف از نقطه نظر تاریخی، از نقطه نظر جغرافیایی و از نقطه نظر زمانی که شکل گرفتن مشمول یک سری عواملی بودن که این عوامل در شکلی این جوامع دخیل بوده و ساختار اونها رو شکل داده. یعنی وقتی که ما از جوامع سرمایه‌داری صحبت میکنیم با روبنای سیاسی به اصطلاح لیبرالیسم، اینا محصول یک شرایط تاریخی خاص هستند که در رابطه با هم شکل گرفتن و این شکل از نظام اجتماعی رو به وجود آوردن. در جوامعی که اصولاً این شکل از یعنی مناسبات سرمایه‌داری به شیوه های مختلف در جوامع مختلف در واقع شروع به رشد کرده و در تطابق با شرایط اجتماعی تاریخی اون جامعه شکل حاکمیت سیاسی خودش رو هم به وجود آورده. یه چیزی که در تمام در شناخت این جوامع سرمایه‌داری مشخصه، بنابر تحلیلی که مارکس در کپیتال میکنه، سه تا عامل هست. یعنی این سه عامل در کلیه جوامع سرمایه‌داری به نوعی حضور دارن تا اینا رو ما به عنوان یک جامعه سرمایه‌داری ارزیابی بکنیم. یکی اعمال قانون ارزش هست، یکی در واقع کار مزدی هست و یکی حقوق مالکیت. یعنی این سه عنصر در این جوامع مشخصه جوامع سرمایه‌داری هستند، علی‌رغم شکل حاکمیتی که این جوامع دارن. یعنی وقتی که این سه عنصر رو ما تو جامعه میبینیم، این سه عنصر در واقع مناسبات اجتماعی رو در اون جوامع با قید اون مسائلی که گفتیم از نظر تاریخی، از نظر شکل حاکمیت، از نظر تمام عوامل دیگه، ایدئولوژیک، مذهب، فلسفه، همه مسائلی که توی جامعه وجود داشته، شکل حاکمیت رو هم در واقع به وجود آورده. اگر از این زاویه حرکت بکنیم، در نتیجه آلترناتیف هایی رو که میخوایم در هر جامعه ای در واقع در یک بحران برای یک تغییر میخواد شکل بگیره، مستلزم شناخت این عوامل هست که این عوامل اگر همچنان توی جامعه پایدار باشن و همچنان به نوعی اولویت خودشون رو در حرکت تاریخی به نوعی عمل در عمل خودشون و در عمل کردی که در رابطه با این تغییر دارن بررسی بکنیم، اونجاست که میبینیم که این جوامع کاملا متفاوت میتونن آلترناتیف های متفاوتی رو شکل بدن. یعنی مثلا به طور مثال میگم، جامعه مثل آلمان که به نوعی حاکمیت سیاسی در رابطه با ساختار اقتصادی که در یک پروسه در قرن 19 شکل میگیره، به نوعی شکل
حاکمیت به اصطلاح لیبرالی رو شکل میده که این حاکمیت لیبرال در نوسانات خودش، یعنی ابتدا تغییر و تحولاتی در این جوامع صورت میگیره، از جامعه کهن خودش، اون شیوه تولید گذشته خودش کنده میشه و این شکل حاکمیت در انطباق با این تحولات اقتصادی هم متحول میشه و بر حسب شرایطی که در واقع پروسه دورانهای سرمایه‌داری هم شکل گرفته، در واقع افت و خیز خودش رو هم نشون میده که مثلا عمدتاً ظهور فاشیسم هست که به نوعی در رابطه با مسئله رشد صنعت در جامعه آلمان و وابستگی تولید صنعتی در آلمان نیازش به بازار خارجی و محدود بودن بازار خارجی شکل میگیره. در نتیجه حاکمیت فاشیسم نتیجه این رابطه است، یعنی این رابطه مشخص هست که خب طبیعتاً برمیگرده به اون عواملی که به قول معروف دولت ملت رو در آلمان بر اساس روابط خونی شکل دادن، در واقع اون وحدت ملی رو در این رابطه شکل میده و به نوعی اون شکل از عملکردش رو در رابطه با مسئله جنگ به منطقه ظهور میرسونه و خب طبیعتاً با شکستش بعداً طبیعتاً این شکل از انباشت که در واقع در شکل حاکمیت فاشیست انجام میشده تغییر پیدا میکنه و به نوعی حاکمیتی رو به روی کار میاره که این حاکمیت عمدتاً در یک سطح جهانی به همراه بخش‌های دیگه سرمایه‌داری در رابطه با یک انباشت کلی حرکت میکنن. یعنی تا شاید وقتی صحبت از مثلا جنگ جهانی اول میکنیم، در پایان جنگ جهانی اول در واقع بعد از شکست آلمان در کنفرانس ورسای آلمان ها رو مجبور کردن که غرامت فراوون رو بهشون تحفیز کردن که باید بپردازن برای جنگ و خود این عامل باعث اون به قول معروف ناسیونالیسم میشد که هیتلر رو در رأسش قرار داد. بعد از جنگ جهانی دوم در واقع کشور آلمان به یک دلار جریمه محکوم شد و خب طبیعتاً با برنامه‌ای که جامعه سرمایه‌داری، یعنی مسئله انباش رو با رشد سرمایه‌داری به نوعی دیگه در مرزهای امریکا و انگلستان و کشورهای دیگه نمیدید، طبیعتاً در این رابطه بود که مسئله انباش زمانی میتونه شکل بگیره که به نوعی اینا بخشی از جریان ارگانیک سرمایه باشن و خب طبیعتاً فقط اینا نبودن، یعنی برنامه های دیگری که نتیجه رشد صنعت و به نوعی ساختارهایی بود که تولید انبوه رو شکل داده بود، نیاز به مصرف انبوه هم داشت و برای همین فقط به قول معروف طرح مارشال نبود، طرحهایی برای کشورهایی مثل کشورهایی که هنوز مناسبات سرمایه‌داری درشون شکل نگرفته بود از جمله ایران هم باید شکل می‌گرفت تا بتونه در واقع بخشی از این تولید انبوه رو بتونه مصرف بکنه و خب ضرورت مصرف هم باید به طور کلی درون این جامعه باید شکلی از
مناسباتی ایجاد میشد که این مناسبات توانایی خرید این اجناس رو در یعنی اون عواملی رو که بتونه اینا رو به بازار وصل بکنه و توانایی هایی که توی اون جامعه وجود داره از جمله مواد خام یا عوامل طبیعی که برای تولید وجود داره بتونه عاملی برای مبادله بشه و بخشی از این سرمایه ها بتونن اونجا در واقع به تولید صنعتی بپردازن و این تولید صنعتی بخشن اون جامعه رو نیاز اون جامعه رو برطرف بکنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه و بخشش در واقع باعث این بشه که توانایی وجود یعنی قدرت خریدی وجود داشته باشه که بتونه در این تولید انبوه که میشه به عنوان مصرف انبوه شرکت بکنه. یعنی این تصویر و کلی رو که در نظر بگیری در واقع شکل کلی حرکت سرمایه در سطح جهان هست که دقیقا به علت مکانیسم‌های خود سرمایه تغییر و تحولاتی را هم در جهان صورت میده. حالا در رابطه با مسئله عواملی رو که در جوامع مختلف دفعه پیش راجع به انقلاب در انگلستان و انقلاب در فرانسه و چگونگی شکلی این جوامع سرمایه‌داری و بخشان در آلمان توضیح دادیم که این جوامع چگونه در واقع ساختار سیاسیشون و در به همراه تغییر و تحولات زیربنایی شکل گرفت. در جامعه مثل ایران هم این امر به همون شکل عمل میکنه. یعنی وقتی که ما صحبت از تغییر و تحولات در این جوامع میکنیم، این تغییر و تحولات اگرچه به نوعی حاصل تضادی است که در درون این جوامع وجود داره، یعنی در واقع پراکسیس است که توی این جوامع انجام میشه و این پراکسیس در واقع عواملی که این پراکسیس رو میسازن در واقع اون کلیت دیالکتیکی هست که توی این جوامع وجود داره و عواملی که اون رو به پیش میبرن یا مانعش میشن عواملی هستن درون این جوامع. و وقتی که سرمایه وارد این جوامع میشه، سرمایه به عنوان یک عامل درونی توی این جامعه دخالتگر هست، نه به عنوان یک نیروی خارجی. یعنی هرچه بیشتر سرمایه‌داری رشد بکنه، در واقع بیشتر این جوامع اینتگره بشن، زمینه جامعه سرمایه‌داری بشن، نقش سرمایه جهانی، نقش مناسبات سرمایه‌داری همواره عمدگی پیدا میکنه. جامعه ایران اصولا وقتی که ما از تحولات جامعه ایران صحبت میکنیم، از نظر تاریخی ما با یک نظام دیوان سالاری سر کار داریم که هزاران سال به نوعی تولید معیشتی رو در جامعه ایران به نوعی هدایت می کرده و این دیوان سالاری حالا برخی اون رو تولید آسیایی در رابطه با تولید بررسی میکنن و بخشی به نوعی اون رو جامعه فئودالی بررسی میکنن که این به نظر من جای بحث داره. یعنی اینکه این تولید آسیایی در واقع به چه شکل صورت گرفته و چه عواملی اون رو صورت دادن و
در چه زمانی است که در واقع مناسبات فئودالی به عنوان مناسباتی در کنار تولید آسیایی عمل میکنن، در واقع شکل ساختار تولید اجتماعی رو شکل میده توی این جوامع. یعنی پس از یک طرف ما با یک دولت‌هایی به طور کلی روبرو هستیم که شکل دیوان سالاری داشتن و یک تاریخ خدمت خیلی زیادی دارن توی این جوامع و به علت غیر متمرکز بودن و وسعت جامعه ایران، یعنی وسعتی که از نظر جغرافیایی داشته و تولیدی که در این جامعه میشده تولید معیشتی بوده، از هم دور بودن، اصولا مبادله‌ای در اینا انجام نمیشده، طبیعتا این شکل از حاکمیت سیاسی و این شکل از به قول معروف تولید اجتماعی دوام پیدا میکنه به شکل معیشتی خودش. در نتیجه ما حداقل در اواخر قرن بیستم که تحولات بزرگی در جهان داره صورت میگیره و سرمایه‌داری به نوعی در شکل امپریالیست خودش در واقع صدور سرمایه میکنه و به نوعی وارد مناسبات اجتماعی جوامع دیگه میشه، ما از اون عاملی که متحول کننده در جامعه هست از نقطه نظر زیربنای اقتصادی که اون تضاد موجود در جامعه باید باشه خبری نه، یعنی به نوعی انعکاس اجتماعی نداره. ما شاهد به نوعی جنبش های دهقانی وسیع نیستیم توی جامعه، ولی از نقطه نظر تحولات سیاسی و تحولاتی که در جهان شده ما در واقع روبرو هستیم با یک سری عوامل. یعنی هرچه جهان بیشتر به هم وابسته میشه، هرچه روابط اجتماعی جهانی تر میشه، طبیعتاً اون سیاست و اون عواملی که در جهان داره صورت میگیره چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیرگذار بر جوامع دیگر هست. یعنی اون چیزی که تحت عنوان روابط بین الملل شکل میگیره، این روابط بین الملل در واقع توانایی این رو دارن که تاثیرگذار باشن چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی خودشون. گفتم مثلا این روابط بین الملل در رابطه با انقلاب فرانسه یکی از عوامل اصلی انقلاب فرانسه بود، به این صورت که دولت انگلستان به علت صنعتی شدن، نیروی دریایی قوی داشتن و در جنگ‌هایی که با فرانسه داشت، طبیعتاً دولت فرانسه توانایی مقابله رو نداشت، هزینه جنگ رو نمیتونست بپردازه، در نتیجه مجبور به ازدیاد مالیات، گرفتن مالیات از دهقانان توی فرانسه بود. خود این امر در واقع تشدید کرد تضاد موجود در جامعه فرانسه رو، تضاد بین دهقانان و فئودالیسم رو، و از طرف دیگه رشد صنعت در شهرهای محدودی در فرانسه در واقع بورژوازی رو شکل داده بود که این بورژوازی عمدتا در حیطه این شهرها به طور کلی عمل می‌کردن و به همین دلیل از نقطه نظر تغییراتی که در این جوامع داده شد، به نوع این تغییرات سیاسی باعث شد که اون تحول اجتماعی که تو به نوعی تولید اجتماعی رو عوض میکنه، عوامل سیاسی دست بالا رو داشته باشن در این رابطه. یعنی مسئله حق شهروندی یا
مسئله قانونمداری در واقع به عنوان ایده های بورژوازی در این جوامع تونست به نوعی نظام سرمایه‌داری رو به نوعی سازمان داده شده در این جوامع به پیش ببره و تأثیرات خودش رو هم مثلا رو جامعه آلمان داشت و در جوامع دیگه اروپایی هم داشت. یعنی این تحول رو که وقتی میگیم در واقع این عوامل چگونه تاثیرگذار به عوامل داخلی هست و چگونه میتونه این تحولات رو شدت بده یا اینا رو کند بکنه. در رابطه با رابطه مثلا تزاریسم با آلمان در مقابل فرانسه و اینا، در واقع این برخوردها و شرایطی که پیش اومد در واقع دقیقا میشه نشون داد که اینا چگونه این روابط تضادهای اجتماعی رو حادتر کرد توی این جوامع و چگونه اصولا مناسباتی رو توی این جوامع شکل داد که این مناسبات در تحولات بعدی خودشون خیلی شاخص بودن که چگونه این تحولات انجام بشه. جامعه ایران هم به همین صورت، یعنی جامعه ایران با تحولاتی که انجام شده بود و از نقطه نظر سرمایه جهانی، ما در انقلاب مشروطیت که عمدتاً بخشی از روشنفکران شرکت داشتند و اینا عمدتاً تحت تأثیر جوامع غربی و به نوعی به کنشگران اجتماعی تبدیل شده بودند، خواهان مشروط کردن سلطنت استبدادی بودند. یعنی به نوعی سلطنت رو قبول داشتن ولی معتقد بودن که این سلطنت باید مشروط بشه. ولی عواملی که توی این جوامع وجود داشت و این عوامل شاید در جوامع اروپایی قبل از اینکه این تحولات انجام بشه در واقع زمینه‌های اجتماعی رو بخشن فراهم کرده بود، یعنی اون چیزی که تحت عنوان مدرنیته در اروپا شکل گرفته بود و این مدرنیته با سکولاریسم همراه بود، تقریبا مسائل آسمانی و مسائل زمینی رو از هم جدا کرده بود و به شکلی خود این عوامل، خود این یکی از عوامل اصلی بود که اصولا قانون مداری مطرح میشه، قانون زمینی مطرح میشه، انسان حقوق مدار مطرح میشه و قبول این از طرف جامعه و قانونگذاری از طرف بخشی از بورژوازی درون این جامعه میتونه به یک عامل در مقابل اون نظام گذشته که حداقل متکی به کلیسا بود و متکی بود به عوامل ماورا و طبیعه، اینو به یه امر زمینی تبدیل بکنه. یعنی اون چیزی که تحت عنوان انقلاب کوپرنیک شکل گرفت در واقع تبعات خودش رو در زمینه اجتماعی سیاسی هم نشون داد که چگونه میتونه در واقع این عوامل در یک تحول اجتماعی دخالتگر باشه. در جامعه ایران اصولا این عوامل به علت بازم میگم مسائل مختلفی که توی جامعه وجود داشت و اصولا نقشی که دین و روحانیت در جامعه ایران داشت، طبیعتا روحانیت به عنوان متحد سلطنت نقش بسیار بارزی رو بازی میکرد و همواره وقتی که حکومت سیاسی به نوعی تضعیف می شد و فساد درش زیاد می شد، نقش اینا همواره بیشتر می شد و اصولا وقتی که قدرت پیدا می کردن در جنگ ها پیروز می شدن، این نقش مذهب
کاهش پیدا می کرد. یعنی زمانی که می تونستن کنترل بکنن، نیازی زیاد به مذهب نداشتن، سرزمین هایی رو فتح می کردن و شرایطی رو ایجاد می کردن که به شکلی مجبور نبودن که به قول معروف میزان مالیاتی رو که از یا خراجی رو که می گیرن افزایش بدن، ثبات نسبی پیدا می کردن. ولی وقتی که این شرایط بدتر می شد، نیاز به ایدئولوژی بود که این شرایط جدید رو به نوعی توجیه بکنه و وابستگی به مذهب همواره بیشتر و بیشتر می شد. در انقلاب مشروطیت هم دقیقا این تغییر و تحولات که بخشن به نوعی نقش مذهب رو مثلا در قضاوت محدود می کرد یا اصولا مسئله تجدد و مسئله مدرنیته که اینا درک مشخصی ازش داشتن، به نوعی مسئله آسمان و زمین رو، یعنی مسائل رو از آسمان به زمین می آورد، این برای روحانیت و تفکر مذهبی قابل قبول نبود و به همین دلیل همواره در مقابل این تحول ایستاده بود. از طرف دیگه با شکستی که به نوعی انقلاب مشروطیت میخوره و خب نقش نیروهای مختلفی که در این رابطه بودن و وابستگی‌هایی داشتن، از جمله امپریالیست انگلیس و امپراتوری روسیه، مشخص بود که اینا در واقع در اون برهه دوران تاریخی با رقابتی که با هم داشتن، در تحولی که در جهان داشت انجام میشد، کشور ایران هم بخشی از این منطقه نفوذ این جریانات بود و به نوعی در یک پروسه مسئله ضعف دولت مرکزی مطرح بود و ایران رو تقسیم کرده بودن به شمال و جنوب، جنوب در دست انگلیس ها، شمال در دست روسا بود و دولت ضعیف بود. ولی بعد از انقلاب اکتبر، یعنی این تحولات رو به این صورت میگم که این تحولات چگونه در این مناسبات اجتماعی هم تاثیرپذیر هستند. انقلاب اکتبر تأثیری که بر جهان داشت، علارغم مضمون انقلاب اکتبر که شاید بعدم بررسی بکنیم، ولی تأثیر مثبتی که در افکار عمومی جهان داشت و قدم‌های مثبتی رو که در جهت روابط خارجی خودش و مسائل مختلف دیگه‌ای که براشون به شکلی مطرح بود، دولت انگلستان که یکی از دشمنان انقلاب بولشویکی بود رو بران داشت که نیاز به یک دولت مقتدر توی ایران هست. یعنی تا قبل از اون نیاز به یک دولت ضعیف بود که اینا به نوعی در حاکمیت رو به نوعی پشت پرده اداره بکنند. ولی بعد از این جریان و خود مسئله رشد سرمایه‌داری و کشف نفت توی ایران، یعنی این مجموعه باعث این شد که این به نوعی حاکمیت سیاسی رو باید در ایران شکل داد که این حاکمیت سیاسی به نوعی بتونه هم حافظ این منافع باشه و هم حائلی باشه در مقابل اون چیزی که در روسیه انجام شده بود. یعنی عوامل اجتماعی توی جامعه ایران وجود داشت، حزب کمونیست ایران شکل گرفته بود به رهبری سلطانزاده اینا و به شکلی هم به علت وجود نفت و هم به علت بخشن صنعتی شدن، یعنی در حال صنعتی شدن، طبقه کارگری داشت شکل می گرفت که این در واقع به نوعی زنگ خطری بود برای دولت انگلیس. و
و به همین علت رضاخان، کودتای رضاخان شکل میگیره برای اینکه دولت مستقلی شکل بگیره و هم از نقطه نظر اقتصادی بتونه اون برنامه های گسترش سرمایه رو ادامه بده، یعنی زیر ساختای اقتصادی از قبیل پست و راهن و جاده سازی و تأسیس دانشگاه و اینا در واقع در خدمت به گسترش سرمایه‌داری در ایران، نیاز به عناصر که بتونن در واقع واحدهایی باشن که بتونن این ساختار رو اداره بکنن، و از طرف دیگه در واقع اون اشکال ملوک و طوایفی که توی ایران داشت، اقوام مختلفی که وجود داشت، اینا کنترل بشه و حداقل در حیطه سیاسی یک دولت به اصطلاح مستقلی یعنی متمرکزی ایجاد بکنه که این به نوعی بتونه هم منافع اینا رو تأمین بکنه و هم بتونه حایلی باشه در مقابل جریانات روسیه. و خود این جریان در واقع شکل میگیره و بخشن عمل میکنه و در اینجا یه مسئله مطرح بود که در جنبش مشروطیت عمدتاً با تحولاتی که انجام میشه و نقشی که مذهب بازی میکنه، یعنی این نقش ارتجایی بود که خود این امر آگاهی اجتماعی رو به خصوص در شهرها به نوعی و با وجود در واقع عواملی که به طور کلی بورژوازی نه از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر سیاسی عمدتا بازی میکرد رو توی این توی ایران به نوعی عواملی رو شکل میده بر علیه مذهب. و بعد از شکست، یعنی بعد از اون مجلس اولی که به نوعی تغییر میکنه و مجلس دومی به روی کار میاد، در همین رابطه هم هست که برخورد میشه به جریاناتی که به نوعی اون مشروعیت رو برنامه حرکتیشون بوده، یعنی به نوعی مانع از مسئله استبداد میشدن و نقش خودشون در این رابطه میشدن. یعنی توی این پروسه است که شکلی از آگاهی اجتماعی هم شکل میگیره، ولی این تداوم پیدا نمیکنه و تداوم پیدا نکردن این خود امر استبداد باعث این میشه که این آگاهی اجتماعی نتونه اون روند خاص خودش رو تو جامعه به پیش ببره. یعنی وقتی ما از آگاهی اجتماعی صحبت میکنیم، به نوعی نقش مطبوعات، نقش آزادی بیان و نقش تشکلها یکی از عوامل اصلی این جریان هست که این آگاهی توی جامعه به عنوان یک پدیده اجتماعی روش بکنه. با روی کار اومدن رضا شاه در واقع به طور سازمان یافته جلوی این حرکت گرفته میشه و در کلیت خودش در واقع جلوی هر حرکت انقلابی، هر حرکت مترقی گرفته میشه، ولی ساختار مذهب همچنان با شبکه‌های خودش در جامعه نفوذ داره و عملکرد خودش رو ادامه میده، هرچند به شکل گذشته خودش نیست، ولی هنوز به علت وجود سابقه تاریخی و نفوذ اجتماعی که داره نقش خودش رو ایفا میکنه توی این جامعه. توی این تحولات هست که جنگ جهانی دوم شکل میگیره و گرایشات رضا شاه به فاشیسم
خودش رو نشون میده و تغییر و تحولاتی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره، این به نوعی نشون دهنده تحول در یک سطح جهانی هست که بعد از جنگ به نوعی بعد از تقسیم جهان عمدتا صورتبندی های جدیدی هم میگیره و اینجاست که دولت امریکا در واقع به عنوان دولتی که نقش هژمونیک داره در سرمایه جهانی و در اون نقش مشخص خودش به عنوان یک امپریالیست و هدایت انباش در سطح جهانی رو به عهده میگیره و اینجاست که با تغییر و تحولاتی هم در جامعه ایران روبرو میشیم که حاصل این پروسه است و حاصل عواملی است که توی جامعه وجود داره. من اینجا یه بریک میدم و اگه دوستان خواستن وارد بحث بشن، بخش دوم رو سعی میکنیم که با شرکت رفقا به پیش ببریم. با تشکر. بسیار خب، خیلی ممنونم پویان جان، خسته نباشید. دوستان عزیز، البته توضیح این که در قسمت اگر تو لینک مراجعه کنین در سایت، توضیحی که پویان در این مورد و اینکه در چه مواردی میخواستن صحبت کنن اونجا داده بودن، فایلای صوتی هم گذاشته شده برای هفته گذشته و هفته قبلی که پویان عزیز صحبت کردن. یه وقفه میگیریم، بعد از اون دوستان میتونن اگر مایل باشن در این قسمت برای سوال کردن نوبت بگیرن و بعد از اون پویان عزیز ادامه خواهند داد. در ضمن پویان جان، اینجا دوستی برای شما سوالی تکست کرد که من فکرم چون شما ممکنه متوجه نشده باشین وقتی صحبت میکنین، براتون این تکست رو در پی امتون میفرستم که توجه کنین، اگر مایل بودین به اون در موردش صحبت کنین. خیلی ممنونم دوستان، همگی خیلی خوش آمدید. همونطور که میبینین دنیای در حال تحولی درش همین الان زندگی میکنیم، همه جای دنیا طبیعتاً، ولی خیلی این تحولات با شتاب بیشتری در حال انجام شدن هست.
بسیار خوب دوستان، خوشحالم که میبینم موسیقی که نظر موافق باش دارین، خوشحالم که اینطور فکر میکنین از ابراز نظرها. و همینطور من قبل از اینکه میکروفون رو به سیاوش عزیز بدم که جلسه رو ادارش رو به عهده بگیرن، فقط میگم که هفته 11 جولای دوست از ما شیوا جوادزاده برای ما صحبت خواهد کرد در باره، ایشون روانکاو هستن، در رابطه با مسائلی که در رشته تخصصشون هست، در زمینه تخصصشون. خیلی ممنونم سیاوش، بفرما میکروفون برای شما و ادامه خواهیم داد. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که خوش و سلامت باشید. من دست دوستی رو برای سوال بالا نمیبینم، برای همین من میکروفون رو در اختیار پویان میذارم که به سوالی که در تکس شده جواب بدم و بعدم ادامه بحث شد. خب پویان عزیز، امیدوارم که خستگیتون در رفته باشد، چایی هم آماده بغل دست و آماده برای ادامه. بفرمید، میکروفون خدمتتون. با سلام مجدد، سوالی که رفیق نوید کردن فکر کنم همه مسئله رو میپوشونه. در رابطه با من اینا رو به طور خلاصه میگم، بعد اگه خواستیم میتونیم اینا رو جزئیاتش رو مطرح بکنیم. از نقطه نظر ساخت اقتصادی من توضیح دادم که وقتی که تولید اجتماعی رو ما بررسی میکنیم، سه تا مؤلفه رو مشخص میکنیم، یکی قانون ارزش هست، یکی کار مزدی هست و یکی به نوعی حق مالکیت هست. توی این رابطه در یعنی با این سه عنصر در واقع مشخص کننده جامعه سرمایه‌داری هستند، ولی اینا هم به طور کلی به شکل ناب خودشون عمل نمی کنن. یعنی قانون ارزش که هم یک جنبه اقتصادی داره هم یک جنبه اجتماعی داره، یعنی قانون ارزش از یک طرف مسئله یعنی فانکشن اقتصادی از نقطه نظر تعیین قیمت، تعیین ارزش و به نوعی روابطی که بین بخش‌های مختلف سرمایه عمل می‌کنه رو مشخص می‌کنه، و از نقطه نظر اجتماعی در واقع قانون ارزش قانون در واقع اون چیزی هست که توی جامعه به عنوان انباشت تضاد هم هست. یعنی قانون ارزش فقط یک فانکشن اقتصادی نداره، بلکه یک فانکشن اجتماعی داره. یعنی قانون ارزش قطبندی طبقات اجتماعی رو هم شکل میده و تضاد اجتماعی رو هم، ماهیت تضاد اجتماعی رو هم مشخص میکنه. خب این پدیده رو ما تو جامعه ایران میبینیم، یعنی قانون ارزش اگرچه به شکل ناب خودش عمل نمیکنه در رابطه با اون مسئله اول، عمدتا در بازار انجام میشه و این بازار اگر هنوز روابطی درش وجود داشته باشه که مربوط به مناسبات گذشته هست، خب طبیعتا به نوعی دخالتگر در این قانون ارزش. به این صورت که وقتی ما از قانون ارزش صحبت میکنیم، از جامعه‌ای صحبت میکنیم که انسان‌ها یعنی انسان انتزاعی شکل گرفته باشه که از کلیه مناسبات گذشته خودش منفک شده باشه، یعنی انسانی باشه که در واقع فقط محصول کارشو بفروشه و
با مناسبات گذشته خودش قطع رابطه کرده باشه، مناسبات قبیله‌ای، مناسبات ملی، میگم ملی، قبیله‌ای، خانوادگی و عواملی که در مناسبات گذشته وجود داشته، تولیدی که به صورت جمعی مثلا خانوادگی انجام می شده یا وابستگی های قومی که وجود داشته، و توی جامعه ما هنوز این بخش به طور کلی، این انسان مجرد، تمام اون روابط شکسته نشده و عواملی وجود داره که هنوز این وابستگی ها وجود داره. ولی این به این معنی نیست که قانون ارزش عمل نمی کنه، ولی شکل این قانون ارزش، عمل این قانون ارزش به نوعی شبیه به جوامع متروپول میتونه نباشه. یعنی این مناسبات اجتماعی که به نوعی فرهنگ خودش رو هم از گذشته یدک میکشه، در واقع عاملی است که حالا یا مثبت یا منفی به نوعی عمل میکنه. یعنی امروزه ما توی جامعه ایران به قول معروف مسئله روابط قومی و خیشی، روابط خونی، روابط محلی به نوعی هنوز عاملی است برای همبستگی اجتماعی، هنوز میتونه کمک بکنه اینکه به قول معروف کسی از گرسنگی نمیره و امر اون ماهیت روابط اجتماعی هنوز بقایایی از گذشته خودش رو داره و خب این تأثیر گذاره بر این، ولی در کلیت خودش عمل میکنه. یعنی قوانین، نهادهای اجتماعی رو که ایجاد کرده، نهادهای سیاسی رو که ایجاد کرده برای حرکت سرمایه توی جامعه وجود داره. یعنی نقش بانک ها، نقش نهادهای دولتی، نقش سلطه سرمایه از طریق حاکمیت سیاسی، یعنی تمام این عوامل وجود داره که اون نقش رو ایفا بکنه. و تفاوتش با دقیقا با جوامع سرمایه‌داری متروپول در همین هست که این شکل حاکمیت سیاسی یک شکلی به نوعی، از اونجایی که جامعه مدنی شکل نگرفته توی ایران، در واقع متکی عمدتاً به قدرت عریان خودش هست. یعنی تضاد اجتماعی حادتره و تضاد در تولید بیشتر هست و به همین علت حاکمیت سیاسی مجبوره که به نوعی برای تولید و بازتولید اجتماعی به علت فقدان جامعه مدنی به طور مستقیم جامعه اقتصادی رو زیر سلطه خودش بگیره و به نوعی شما عواملی رو که توی جامعه میبینین، این عوامل مثلا حقوق کارگر داده نمیشه. خب این یکی از اساس جامعه بورژوازیه. شما در جامعه جوامع متروپول اصلا این کیس رو نمیبینین که کارگری مثلا یک هفته یک ماه کار بکنه و حقوقش داده نشه. این حقوق تثبیت شده است. این حقوق رو قوانین موجود در جامعه سرمایه‌داری متروپول تضمین میکنه برای کارگر به عنوان اینکه کار آزاد خود رو بفروشه. ولی توی جامعه ما اینجور نیست. یعنی توی جامعه ما به نوعی که میگم یه تفاوتهای بین جمهوری اسلامی و شرایط گذشته خودش هست و به همین علت جامعه جمهوری اسلامی حداقل تضاد موجود به شکل حاکمیت و تولید اجتماعی عمیق‌تر از
اون چیزی شده که در جامعه گذشته وجود داشت. یعنی اون در تطابق با به شکلی از روبنای جامعه سیاسی سرمایه‌دارانه حرکت میکرد، سعی میکرد این کار رو بکنه، اونم به شکل اوریان خودش عمل میکرد، ولی این در واقع حتی این شکل از حاکمیت قادر نیست که این رابطه رو ایجاد بکنه. یعنی اینا تفاوتایی هست که وجود داره و حتی در شکل حاکمیت یا در شکل مالکیت هم این مسئله رو میتونیم توضیح بدیم که این مالکیت از به قول معروف فیلتر مذهب رد میشه. یعنی اصولا مالکیت در اسلام به عنوان رزق، رزقی است که از طرف خدا نمایندگان خدا به امت اسلامی میدن و در نتیجه این رزق رو این شکل سیاسی کنترل میکنه و به همین علت هست که عملکرد سیاسی در واقع نقش والایی داره در مناسبات اقتصادی. یعنی اگر در کشورهای متروپول مناسبات اقتصادی است که در واقع حاکمیت سیاسی رو شکل میده و کنترل میکنه، ولی اینا رو هم اثر میذارن، در جوامع مثل ایران این حاکمیت سیاسی هست که تعیین کننده این هست که کی مالک باشه کی مالک نباشه و اصولا این سه بخش رو که بررسی بکنیم خب این تفاوت‌های وجود داره، ولی در کلیت خودش من معتقدم که به هر حال این تولید اجتماعی انباشت و چه به صورت غارت چه به صورت سرمایه در واقع که در گردش توی جامعه وجود داره و عمل میکنه و این از نقطه نظر من یه جامعه سرمایه‌داریه، ولی سرمایه‌داری همونجور که خودتون هم گفتید در واقع شکل ناموزون خودش رو داره. ناموزون بودن، شرایط تاریخی، رشد صنعت، عوامل سیاسی، در واقع تمام اینا نشون دهنده ناموزون بودن این جوامع هست. یعنی عواملی که به شکلی ناموزون بودن رو در این جوامع شکل میده در واقع هم عوامل درونی سرمایه و رشد اون در جوامع مختلف است و هم عوامل سیاسی و بقایای اون نظام گذشته‌ای که توی اون جامعه هنوز به یه شکلی خودش رو نشون میده و این ناموزونی رو ما تو جامعه ایران میبینیم. ولی من معتقد نیستم، حداقل وقتی که ما از گلوبالیزیشن صحبت میکنیم در نتیجه مسئله پیرامون رو قبول ندارم. یعنی مسئله پیرامون رو از نقطه نظر اقتصادی ما نمیتونیم توضیح بدیم که گویا مثلا این شکل اشکالی که داریم میگیم این اشکال به شکلی در یه شکل ناموزون دارن انجام میشن، ولی در چارچوب اون تقسیم کار جهانی انجام میشن، در تقسیم اون شکل ارگانیک انجام میشن. این یعنی این جوامع وقتی که به طور ارگانیک به جامعه سرمایه‌داری میپیوندن، قوانین کل قوانین سرمایه‌داری بر اینا حکم رواست. برای همین ما اینا رو نمیتونیم با یک سری موازین سیاسی یا یک سری موازین اخلاقی یا حتی رفتار اجتماعی جدا بکنیم از
اون جامعه و اینا رو بگیم اینا پیرامونی هستن. به نظر من اینا بخشی از اون هستن ولی در شکل ناموزون خودشون، همچنان که مثلا توی جامعه مثل امریکا هم این ناموزونی رو میبینیم. مثلا جایی مثل میسیسیپی توی امریکا از نظر صنعتی، از نظر روابط اجتماعی قابل مقایسه با مثلا استیت کالیفرنیا نیست، ولی همچنان اینا جفتشون در یک مجموعه جغرافیایی، در یک مجموعه از این سیستم ارگانیک قرار دارن و عوامل سرمایه به یکسان عمل میکنه با تفاوتهایی که از نقطه نظر سوابق اون اشکال اجتماعی تولیدی که و عوامل دیگه از جمله مسائل سیاسی و تفکر اجتماعی، نقش مذهب و تمام عوامل دیگه که دخالتگر هستن. امیدوارم که تونسته باشم جواب داده باشم. و آها، در قسمت آخر این مسئله اینکه به نوعی سرمایه‌داری در ایران از بالا توسط امپریالیسم شکل گرفته. به نظر من گفتم وقتی صحبت از امپریالیسم میکنیم، امپریالیسم با تغییر مناسبات اجتماعی در بستر این مناسبات اجتماعی تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک عاملی که وارد جامعه میشه و این مناسبات یعنی سعی میکنه که این مناسبات اجتماعی رو در جهت یعنی هم تغییرشون بده و هم به جامعه به اون کلیت سرمایه‌داری متصل بکنه عمل میکنه. و اینکه اشکالی از شیوه تولید فئودالی توی جامعه ایران وجود داشته، این انکارناپذیره. یعنی وقتی که ما حداقل در 200 سال گذشته، 150 سال گذشته شیوه تولید رو می‌بینیم و مسئله مالکیت زمین و چگونگی تولید معیشتی رو میبینیم و چگونگی توزیع این رو میبینیم، این منطبق با جامعه فئودالیه. یعنی به نوعی اون پنج عاملی که در تولید جامعه، در تولید کشاورزی در جامعه فئودالی عمل میکنن، از جمله آب و زمین و نیروی کار و بذر و اینا، بر اساس اون موازین در واقع عمل میکنن. ولی این از کی به این صورت شکل گرفته به نظر من مشخص نیست. یعنی اینکه چگونه این تحول آیا حاصل ناکارایی اون سیستم تولید آسیایی بوده که به این شکل تحول پیدا کرده، یا عوامل دیگه بوده. یعنی به نوعی اون کسانی که تحت عنوان تیولدار بودن، این تیولداران که مالک زمین نبودن و شاهان به طور کلی اینا رو تعویض میکردن و این مالکیت موروثی برشون وجود نداشت، به علت ضعفی که دوران قاجار در واقع حاکمیت سیاسی در واقع پیدا میکنه، این تیولداران در واقع به مالکان زمین تبدیل میشن و اینان که چیز میکنن. و خب طبیعتاً تحولاتی که توی این جوام گفتم انجام میشه، هم این تحولات در خدمت به بازار جهانی است، اونو در رابطه با بازار جهانی انجام میشه، و هم درون مناسبات تولیدی که توی جامعه در حال تحول هست انجام میشه. یعنی به نوعی فقط از بالا نیست، بلکه امپریالیسم
به عنوان یک نیروی داخلی توی این جوامع دخیل هست، به عنوان بخشی از عامل تحول توی درون این جامعه، در درون این مناسبات دخیل هست. امپریالیسم به عنوان یک عاملی که تغییر دهنده است، یعنی نمایندگی میکنه سرمایه رو، مناسبات سرمایه رو، و از این نقطه نظر که یعنی این درک از امپریالیست که گویا اینا کشورهای به خصوصی هستن که به نوعی منافع مشخص ملی خودشون رو به پیش میبرن و به نوعی جنگ امپریالیستی در واقع فقط در حوزه منافع مونوپول های امپریالیستی انجام میشه، به نظر من این یه درک نادرست از این مسئله است. اصولا وقتی که ما از امپریالیست صحبت میکنیم، امپریالیست رو به عنوان یک دوران تاریخی از حرکت سرمایه باید بررسی بکنیم، نه به عنوان یک شکلی از حاکمیت سیاسی. امپریالیسم یک سیاست نیست که اعمال بشه، بلکه عاملی است که تعیین کننده اون مناسبات هست و این مناسبات رو سعی میکنه که به نوعی به صورت ارگانیک بخشی از خودش بکنه. و اینجاست که در واقع نقشی رو که امپریالیست بازی میکنه در یک دوران تاریخی به عنوان یک جهشی هست که این جهش توانایی این رو داشته باشه، یعنی از نقطه نظر تمرکز سرمایه، از نقطه نظر تراکم سرمایه، این توان رو داشته باشه که بتونه بره به کشورهای دیگه بره و این توان رو داشته باشه که با سرمایه گذاری و با تغییر این مناسبات اجتماعی در واقع این رو متحول بکنه. و چون یک امر تاریخی هست، یک دوران تاریخی هست، خب وقتی که این امر رو انجام میده، وقتی که این تحول رو انجام میده، ضرورت خودش رو هم به نوعی زیر سوال میبره. یعنی به نظر من دوران امپریالیسم در اواخر قرن اواخر سده 70 در واقع به پایان میرسه، یعنی با اون نقش اقتصادی خودش، با در واقع نقشی که خود سرمایه به عهده میگیره در حیطه‌های مختلف، سرمایه صنعتی، سرمایه مالی، سرمایه کالایی به عهده میگیره و پیامد اون هم در واقع امر گلوبالیزیشن هست. این به نظر من درک من از مسئله ولی در رابطه با ادامه بحث من این مقداری دو مسئله رو بررسی میکنم، یعنی دو تا مسئله رو که بررسی میکنم از این نقطه نظر، یعنی عمدتاً در جنبش چپ این رو مشخص میکنیم که نقشی که اصولاً جنبش چپ یا به شکلی جنبش کارگری یا تحت عنوان جنبش کارگری تاثیرگذار بر این مناسباتی که در این جوامع تحول پیدا میکنه چی هست؟ یعنی وقتی که ما از عوامل مختلف صحبت میکنیم، یعنی وقتی که از یک جامعه رو بررسی میکنیم، در بررسی این جامعه تغییر در عوامل زیربنایی و همچنین عوامل روبنایی و نقش انسان ها بسیار مهم هستند. یعنی انسان ها به عنوان سوژه تغییر دهنده تاریخ، به عنوان کسانی که به نوعی تاریخ رو شکل میدن، ولی نه اونجوری که به نوعی خودشون میخوان، به نوعی که اون شرایط بهشون اجازه میده، ولی در شکلگیری اون شرایط هم دخیل هستن.
خود این انسان ها. دو پیامد این نقش انسان ها به خصوص در زاویه چپ توی ایران وجود داشته. به نظر من یکی در واقع دیدگاهی بوده که این دیدگاه عمدتاً تغییر اجتماعی در جامعه رو عنصر نقش عنصر کنشگر، نقش عنصر تغییر دهنده و عاملیت انسانی رو به نوعی کتمان میکنه و این تفکر با در درون چپ ایران با حزب توده وارد جریانات اجتماعی میشه و این حاصل یعنی یک سری بنیادهای فلسفی داره که ریشه یابی کردن اونا طبیعتاً میتونه کمک بکنه در رابطه با نقد این جریان. یعنی وقتی که ما جامعه وقتی میخوایم در واقع به نوعی اون محرکه نیروی انقلابی رو مشخص بکنیم توی جامعه، این در واقع از یک نقد درونزاتی یعنی جامعه سرمایه‌داری یک جامعه پویاست، یک جامعه زنده است و به همین علت در درون این جامعه تضادی وجود داره، بر مبنای اون تضاد حرکت میکنه و بر مبنای اون تضاد زنده است. شناخت این تضاد و مشخصات این تضاد و به شکلی نفی این تضاد در واقع اون چیزی هست که کنشگر اجتماعی انجام میده. یعنی بدون نقد درونزا درون جامعه و با این نقد درونزا در واقع شکلگیری یک پراتیک سیاسی در رابطه با مقابله با این تحول، در رابطه با یک تحول اجتماعی، یعنی ضرورت یک تحول اجتماعی در این رابطه یک امر ضروریه. به این صورت که وقتی که عوامل ذهنی در جامعه عمدتاً این نقش رو به شکلی به تاریخ موکول میکنن، یعنی چی؟ یعنی اون عواملی رو که در جامعه یعنی این تفکر فلسفی وجود داره که گویا جامعه به عنوان یک ابژه، به عنوان یک پدیده خارج از ذهن ما وجود داره که این گویا بر اساس به اصطلاح حرکت تاریخ به طرف شکلی از تمدن، به شکلی از به نوعی مثبت‌گرا توی زمینه اقتصادی، توی زمینه‌های مختلف داره حرکت میکنه و این عامل در واقع در درون این پدیده تاریخی به عنوان مضمون این پدیده تاریخی عمل کننده است و نقش انسان ها فقط همراهی کردن با این جریان هست. این دیدگاه اصولاً طبیعتاً به نقش سیاسی بیشتر نقش سیاسی رو بیشتر عمده میکنه و نقش انسان‌ها رو در رابطه با این تغییر اجتماعی و اینکه این انسان‌ها هستن که این تغییر اجتماعی رو انجام میدن، نه این سوژه به خودی خود داره به جلو میره و این انسان‌ها نقش کاتالیزور رو بازی میکنن در شکل سیاسی خودشون، بلکه این انسان‌هایی که در تولید اجتماعی شرکت دارن و این تولید اجتماعی در واقع با نیروی کاری که به نوعی
به شکل موضوعیت یافته، یعنی کاری که موضوعیت یافته کاری است که در جامعه هم تحول رو در انسان به وجود میاره و هم طبیعت رو تغییر میده، در این رابطه شکل میگیره و از این زاویه است که این تحول رو یک تحول درونی، تحول درونزا در جامعه باید بررسی کرد. یعنی این انسان ها هستن که به نوعی عامل تغییر اجتماعی در جامعه هستن، از نقطه نظر کار اجتماعی که می کنن و آگاهی که در این رابطه کسب می کنن در واقع باعث این تحول اجتماعی میشه. یعنی میزان این آگاهی میزان تحول، یعنی جهت تحول اجتماعی رو هم تعیین میکنه. اگر یک جریانی به این معتقد نباشه و معتقد باشه که گویا جامعه داره به یک از نظر تاریخی به یک طرفی داره میره و فقط اینا به عنوان یک نیروی که به نوعی نقش ثانویه دارن داره عمل میکنه، خب این تفکر در واقع اون نقش واقعی انسان ها در تاریخ رو نفی میکنه که ایفاگر نقش واقعی خودشون در تاریخ باشن. حزب توده بیانگر این تفکر بود، یعنی به این صورت که وقتی که سوژه تغییر رو در جامعه به نوعی توسعه سرمایه‌داری می‌بینه، یعنی معتقد هست که گویا تاریخ در یک به صورت یک روی یک ریلی قرار داره که این باید از یک سری مناسباتی که همواره تقسیم بندی میکنه جامعه کمونهای اولیه، جامعه بردهداری، جامعه فئودالیسم و سرمایه‌داری و خواه نخواه جامعه سوسیالیسم رو نتیجه گیری میکنه، از این به نوعی تفکری رو بیان میکنه که این تفکر در واقع شکل یک دترمینیست طبیعی رو در یعنی دترمینیست اجتماعی رو شبیه یک اون دترمینیستی که در طبیعت وجود داره مشابه هم ارزیابی میکنه و این شکل، یعنی بر این اعتقاد هست که این جامعه سرمایه‌داری باید به تکامل خاص خودش و این تکامل حد و مرزش معلوم نیست کجاست برسه تا این عوامل تحول شکل بگیره. تا اون زمانی که این تحول انجام نشده در واقع سوژه انقلابی همواره توسعه اقتصادی توی جامعه، همواره به نوعی رشد نیروهای مولده مساویس با توسعه اقتصادی. ولی وقتی که درکی که به طور کلی از تضاد وجود داره، عواملی که مانع تضاد، مانع از رشد نیروهای مولده میشن در واقع همین مناسباتی است که در جامعه در واقع شکل میگیره و زندگی و فلاکتی رو که بر تولید کنندگان اعمال میکنه در واقع این شکل هست که در واقع مضمون اون مبارزه طبقاتی و وظیفه کنشگران اجتماعی رو شکل میده. یعنی شما اگر این تفکر رو که به نظر من حزب توده نماینده اون هست و به شکلی مارکسیسم لنینیسم در واقع منبع اون هست که میتونیم به ریشه‌هاش هم بپردازیم، در واقع به عنوان یک تفکر غالب توی چپ ایران شکل داده و امروز هم به همون صورت داره عمل میکنه. یعنی با تغییر و تحولاتی که پیدا کرده ولی همواره همون شیوه رو، همون شکل رو در اشکال مختلف خودش میبینیم که
ایفا میکنه در این رابطه. امروزه مثلا میگم از شورا صحبت میشه که حاکمیت شورایی، ولی اصولا این حاکمیت شورایی در واقع در چه زمینه اجتماعی صورت میگیره؟ شما اگه به اینا، به کسانی که این مسئله رو دارن مطرح میکنن، مسئله من درست بودن یا غلط بودن این نیست، و مسئله من اینه که این مسئله رو نه از نقد واقعی اون تضادی که موجود هست توی جامعه نتیجه گرفتن، بلکه به صورت یک دترمینیستی که در جامعه داره انجام میشه و تجربیات گذشته نشون داده شده که مثلا شکل حزب عمل نمیکنه، امروزه ما همون اهداف گذشته رو به شکل شورا میخوایم عمل کنیم. این نقش این شورا در واقع نقش اون عملیات رو بازی نمیکنه، در شکل شورا عمل میکنه، ولی بدون اون مضمون و محتوایی رو که باید کسانی که در درون این شورا هستن بخوان عمل بکنن رو ما در واقع نمیبینیم. یعنی وقتی که صحبت از مسئله شورا میشه توی این جوامع، عمدتا معتقدن که گویا اگر این شورا شکل بگیره و این شورا به شکلی مضمون و محتوای خودش رو هم با خودش داره حمل میکنه، در صورتی که این مضمون و محتوا اگر نقدی به عمل کرده گذشته خودش نکرده باشه و نقدی که به نوعی عملیات خودش رو در رابطه با امر سرنوشت خودش تعیین نکرده باشه و به شکلی همواره بخواد در شکل شورایی خودش توسعه اقتصادی رو به پیش ببره، به شکل شورایی خودش بخواد فقط روبنای سیاسی رو عوض بکنه، خب این در واقع به شکلی ادامه همون شرایطی است که در گذشته به نوعی شکست خورده و به نوعی نتونسته در واقع دستاورد تاریخی رو که نه اینکه کاری نکرده اصولا، ولی نتونسته اون وظیفه تاریخی خودش رو در رابطه با پیشبرد امر سوژه تاریخی خودش انجام بده رو به پیش ببره، و این شکل از جریان هست که به نظر من قابل بحث هست که امروزه ما با توجه به کلیه مسائلی که وجود داره، یعنی ابتدا باید مشخص بکنیم که اون کلیت دیالکتیکی که این جامعه رو به این صورت شکل داده عوامل مختلفش چی هست، این عوامل مختلف نقش مثلا مذهب چه نقشی رو ایفا کرده، این نقش مذهب در حاکمیت سیاسی چگونه تونسته بخش‌های مختلفی از به قول معروف جریانات چپ رو هم به دنبال خودش بکشونه، و فقط اینا تغییر چهره میدن با این نوساناتی که این شرایط به وجود میاره، و اون چیزی که اینا رو متصل میکنه به مذهب در واقع همین شکل دیدن شکل دترمینیستی هست که در روند تاریخ میبینن. نوشته هایی رو که در پروسه بعد از 57 میبینیم خیلی با صراحت میگن که اون چیزی که امت اسلامی و به اصطلاح روحانیت مطرح میکنه با اون چیزی که ما در رابطه با سوسیالیسم مطرح میکنیم، این دو در شکل متفاوتن ولی در محتوا یکی هستن. اونا به نوعی عوامل به اصطلاح از عوامل ذهنی استفاده میکنن که به جامعه توحیدی برسن، ما از به اصطلاح
شکل متریالیستی خودش استفاده میکنیم، ولی هدف یکی است و این تفکر هست که در واقع وحدت اینها رو به وجود میاره و این وحدت امروز هم به اشکال مختلف وجود داره. این وحدت میگم نه به شکل گذشته خودش، ولی هنوز هم بقایای این تفکر با انتقاداتی که به خودش کرده همواره توی جنبش چپ وجود داره و دلیل پراکندگی جنبش چپ هم بخشن در این نهفته است، چرا که به نوعی نگرش میکنه به ابژه و انعکاس ابژه رو در ذهنیت خودش میبینه، نه اون در واقع هستی موجود رو، نقش خودش رو در شکل گیری اون ببینه و به نوعی با نقد خودش از درون اون هست که در واقع بتونه یه نقش نفی کننده نسبت بهش داشته باشه. این اون حداقل برخوردی هست که من با جریانات چپ میبینم که حالا میگم هم مثلا جریاناتی چه منم برنامه برای فردا مینویسن و خیلی هم قشنگ، خیلی هم ترتمیز اینا، ولی اصلا ربطی به مسئله اجتماعی نداره، مثلا ربطی به تضاد نداره، مثلا ربطی به آمال خودشون رو بیان میکنن و بدون اینکه اون تضاد موجود رو و عواملی که شکل داده اون رو نقد بکنن، در واقع و از درون اون برنامه رو بیرون بیارن، یعنی از درون اون پراکسیس برنامه رو بیرون بیارن، به نوعی جدا از اون به عنوان یک به اصطلاح سوژه مستقل عمل میکنن و خب طبیعتاً کارایی نداره چون رابطه‌ای با جامعه نداره، رابطه‌ای با اون مناسبات موجود نداره. برای همین حرفای قشنگ میزنن ولی حرفایی که اصولا پایه اجتماعی نداره و در حیطه عملی نمیتونه پیاده بشه. با تشکر.